درود بر شما بینندگان عزیز. فرقه های جن بسیار زیادن. در میان اجنه ما گروه هایی رو داریم که مسلمانن و شیعه هستن و به خداوند یکتا ایمان دارن، و از اون طرف هم گروه هایی رو داریم که کافر هستن و شرارت های زیادی رو انجام میدن، هرچند که خداوند قدرت برتر در هر زمینه است. اجنه کافر انسانها رو از عبادت خداوند متعال اغوا می کنن و اون رو در مسیر گناه و کفر به خداوند یکتا قرار می دن. جن دشمن ذاتی انسانه. از این رو خداوند متعال و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تمام انسانها تأکید کردن تا از هر گونه برقراری ارتباط با اجنه اجتناب کنن. در میان جنهای کافر گروه هایی هستن که از مردم دزدی می کنن. گروه هایی هستند که با انسان ها معاشرت می کنند تا اونها رو بترسونن و از خدای متعال دور کنن. اما خطرناکتر و بدتر از همه اینها جن هایی هستند که عاشق انسان میشن. این گروه از اجنه در خواب با زنان همبستر میشن و به اونها تجاوز می کنن بدون اینکه خود اونها به طور کامل متوجه این قضیه بشن. معمولا اگر معشوقه جن دختری مجرد باشه، اون از ازدواج دختر جلوگیری میکنه، و اگر دختر شوهردار باشه، جن تمام سعیش رو میکنه که رابطه بین زن و شوهر رو به هم بزنه تا بین اونها جدایی بندازه. پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ما فرمودند که برای در امان موندن از شر اجنه و دور موندن از آسیب اونها به قرآن پناه ببریم، که درمان این اجنه فقط قرآن است. اذیت کردن و همبستر شدن اجنه با انسان کاملا واقعیت داره و این موضوع توسط خیلی از علما تایید شده، ولی اینکه اجنه قدرت باردار کردن و تولید مثل از طریق انسان رو داشته باشن صحت نداره و قدرت خداوند از همه موجودات بیشتره. خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده که اجنه نیز در میان ما انسانها زندگی کنند و اجنه شرور قدرت آمیزش با انسانها رو متاسفانه دارند. اما خداوند به ما گفته که قرآن میتونه مکر و حیله اجنه رو ضعیف کنه. اغلب اجنه معمولاً بیشتر به سراغ زنان میروند و این امر دلایلی داره که اینجا فضای مناسبی برای مطرح کردنشون نیست. ولی باید بدونید که اجنه کافر با انسانهای مؤمن هیچ کاری ندارن و هرگز برای آمیزش به سمت زنان مؤمن نمیرن، و افرادی که در زندگی به دنبال رضایت خداوند یکتا هستند و روزانه عبادت خدا رو انجام میدن از شر اجنه شرور و کافر در امانن. جالب بدونید که اجنه نیز مثل انسانها عاشق میشن و همین امر باعث میشه تا اونها به انسانها نزدیکتر بشن و با اونها آمیزش کنن، و این فقط مربوط به زنان نیست، بلکه آقایون نیز با اجنه زن آمیزش میکنن. همه ما احتمالاً در حالت خواب و در رویایی که توی خواب میدیدیم یک آمیزش و رابطه جنسی رو تجربه کردیم و بعد از بیدار شدن نیز نیاز به غسل داشتیم. باید بگیم که این حالت معمولاً مربوط به همین داستانه و شما با یک جن ارتباط برقرار کردید. جن همانند انسان‌ها وقتی عاشق یک نفر میشه زیبایی‌های اون رو تحسین می‌کنه و معمولاً همونطور که گفتیم با کسایی همراه میشن که خدای خودشون رو خشمگین کردن و از دستورات الهی سرپیچی نمودن. ماده تشکیل دهنده بدن اجنه با انسانها فرق میکنه و حتی در حالت طبیعی انسانها قدرت دیدن اجنه رو با چشم معمولی ندارن. جنس بدن اجنه بسیار لطیفه و این لطافت به حدیه که اگر به بدن ما بخورن آدمی اون رو حس نمیکنه، و با استفاده از همین ویژگی اجنه میتونن با انسانها ارتباط برقرار کنن و به اونها نزدیک بشن، و اکثر در هنگام خواب بین جن و انس ازدواج صورت میگیره. برای همینه که اکیداً توصیه شده که تنهایی نخوابید، دمر و به پشت نخوابید و هیچگاه کاملاً برهنه به خواب نرید. همونطور که زنها در خطر تجاوز اجنه هستند، مردها نیز ممکنه در دام اجنه زن بیفتن و با اونها آمیزش کنن. جنها ممکنه انسان رو دوست بدارن، همونطور که یک انسان رو دوست داره، همونطور که یک مرد زن رو دوست داره و زن مرد رو. اجنه نیز ممکنه در هر جنسیتی به انسانها علاقمند بشن و به رقیب عشقی خودشون حسادت کنن، و اینجای ماجرا
میشه گفت خطرناکترین بخش داستانه. اگر جن عاشق یک انسان بشه و انسان عاشق یک انسان دیگه ای باشه و قصد کنه که با اون ازدواج کنه، حس عصبانیت و حسادت جن برانگیخته میشه و ممکنه دست به کارهای خطرناکی بزنه و معشوقه خودش رو تنبیه کنه. شاید عجیب باشه، ولی همونطور که یک انسان برای به دست آوردن معشوقه خودش تلاش میکنه و روی کسی که دوستش داره تعصب داره، اجنه نیز روی معشوقه خودشون تعصب دارن و برای تصاحب معشوقشون حاضرن دست به هر کاری بزنن. هرچند که هیچ قدرتی از قدرت خداوند بالاتر نیست و هیچ موجودی بدون اذن خداوند نمیتونه کاری کنه. اجنه کافر فقط به رسیدن به اهدافشون فکر میکنن و ممکنه همین موضوع برای انسان ایجاد خطر کنه و ممکنه در همین مسیر از باقی اجنه نیز کمک بگیرن. و بعضن گزارش شده که بعضی از اجنه به صورت گروهی به یک انسان تجاوز میکنن. اجنه معمولاً انسان معشوقه خودشون رو از ازدواج متنفر میکنن، به طوری که انسان تمایلی به تکامل و ازدواج نداره. ممکنه یک دختر از همه مردان متنفر باشه و بالعکس ممکنه یک مرد از همه زنها متنفر باشه. اما قسمت بعد داستان اینجاست که یک جن عاشق یک مرد یا زن متأهل بشه. اون با انسان کاری میکنه که نسبت به زندگی خودش سرد بشه، از همسر خودش بیزار بشه و در ذهنش نسبت به زندگی مشترک خودش و همسرش چیزهای منفی ببافه و روز به روز نسبت به خانواده خودش سرد و بیمیلتر بشه. اگر بی دلیل نسبت به زندگی مشترکتون سرد شدین و بی خود به شریک عاطفیتون بدگمان شدین و حس علاقتون رو به اون از دست دادین، احتمالاً پای شیاطین و اجنه در میونه. علائمی همچون گرمای بیش از حد بدن و عصبانیت‌های بی‌دلیل میتونه این احتمال رو تقویت کنه. اگر در اطرافتون متوجه شدید دختر یا زنی تمایل داره که شبها بدون لباس به خواب بره، از این کار جلوگیری کنید، چون این کار احتمال نزدیک بودن شیاطین و اجنه رو به اون شخص بسیار بالا میبره. اجنه معمولاً با توجه به قدرت‌هایی که دارن سعی می‌کنن معشوقه خیش رو تحریک کنن که شب‌ها بدون لباس و اوریان بخوابه و پس از خواب به اهداف خودشون میرسن. بنابراین اگر متأهل هستین، حتماً هم خودتون و همسرتون به هیچ وجه شب‌ها به حالت برهنه نخوابید و بلافاصله پس از رابطه غسل کنید و در حالت جنوب به خواب نرید. برخی از مردان موهای زنانه ناشناسی رو روی بدن خود یا لباساشون پیدا می کنن. دانشمندان ثابت کردن که ممکنه رابطه جنسی واقعی بین اجنه و انسان وجود داشته باشه. شاید برخی از این روابط حکم نوعی زنا رو داشته باشه، به خصوص اگر زن چیزی رو احساس کنه. اگر شخص خدایی نکرده چنین چیزی رو احساس میکنه و احتمال میده که وارد همچین ارتباطاتی شده، باید بدونه که این رابطه ها حرومه و باید بلافاصله به یک عالم دینی مراجعه کنه تا شما رو نجات بده. و از رفتن به پیش رمال و دعانویس به شدت پرهیز کنید که قطعا شما رو بیشتر گمراه میکنه. و خداوند سبحان در قرآن میفرماید و خداوند میخواهد بر شما به رحمت و مغفرت بازگشت فرماید. و مردم هوسناک پیرو شهوات میخواهند که شما از راه حق و رحمت دور و منحرف گردید. اجنه همونطور که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما فرمودند، ذهن و عقل ضعیفی دارند و نمیتونند به مسلمانانی که قرآن میخونند و خدای متعال رو عبادت میکنند حمله کنند و اونها رو اذیت کنند. لذا زن مسلمان عزیز، مرد مسلمان عزیز، خودتان را حفظ کنید و با قرآن کریم و توصیه های پیامبر و 14 معصوم خودتون رو در امان نگه دارید و از خودتون و خانوادتون محافظت کنید. از ارتکاب گناه و گوش دادن به آهنگ های مستهجن دوری کنید تا از شر اجنه در امان باشید. و اما در آخر شما به ما بگین که آیا تجربه موضوعات این چنینی رو داشتین و برای حل این مشکلات چه کاری کردین؟ حتما اگر تجربه مفیدی دارید در قسمت کامنت ها به ما بگید. از خداوند متعال می خواهیم که ما را از شر شیطان ملعون حفظ کنه، ما را در برابر زمزمه ها و نجواهای فریبنده شیطان و یارانش کر بگردنه. هیچ قدرتی از قدرت خداوند متعال بالاتر نیست و هیچ موجودی بدون اراده خدا نمی تونه قدمی از قدم برداره. پس ای خدای مهربان، ما همگی به تو پناه می بریم
و ما رو از خطرات و تهدیدات اجنه و شیاطین در امان بدار. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر بدرود.